افشاگری مقاومت ایران درباره مخفیکاری اتمی رژیم در آستانه مذاکرات ژنو زوزه ها و زجه های بیپایان خامنه ای در شبکه های رسانه ای و تلویزیونی آخوندی و سایت های ای اطلاعات منفور سازمان مجاهدین خلق که پیوندی راه بردی و گاهن نامحسوس با رژیم سهیونیسی دارد در طی سالهای گذشته نیز توانست با صرف میلیون ها دلار و پرداخت پول های کلان به ده تن از مقام های سابق آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و همچنین با به خدمت گرفتن گروهی از چهره های فعال و صاحب نظر و جنرال های چهار ستاره در امور امنیت ملی ایالات متحده توانست نام خود را از لیست گروه های تروریستی آمریکا خارج کند در امتداد ادعاهای مکرر و بیمبنای خود درباره فعالیت های سلحامیز ای در تازه ترین ادعای خود آن هم درست در آستانه سومین دور از مذاکرات جدید هسته‌ای با غرب بر مبنای مطالب بیپایی مبنی بر وجود تأسیسات مخفی اتمی در ایران مدعی شده است که نظام در حال ساخت یک سایت اتمی در مبارکه اصفهان است ابریشم چی مدعی شده است که کار ساخت این تاسیسات در سال 2005 آغاز شده است و کار تونل در سال 2009 پایان پذیرفته است و کار بخش تاسیسات نیز اخیرا به پایان رسیده است این گونه تامزنی های مجاهدین تنها با اهداف سیاسی صورت میگیرد و در آخرین مورد از این دست که در ماه ژوئیه انجام شد تنها کشور فرانسه به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد که موضوع را بررسی خواهد نمود لازم به توضیح هست که پیش از این و در اوت 2002 در یک همکاری میان رژیم اسرائیل و گروهی از مجاهدین در گزارشی از وجود تأسیسات قنیسازی نتنز و آب سنگین عراق اطلاعاتی منتشر شده بود هدف مجاهدین از این گونه شایع پراکنی ها که به شدت توسط مقامات نظام تکسیب شده تخریب فضای مثبت جاری در مذاکرات نظام با گروه پنج به علاوه یک است. چندی پیش نیز این فرقه مدعی شد شواهدی در دست دارد که نشان میدهد نظام تأسیسات هسته‌ای جدیدی در تونل های کوهستانی در نزدیکی شهر دماوند در هفتاد کیلومتری تهران ساخته است. این گونه شایع پراکنی توسط مجاهدین که از طریق هماهنگی کامل با سران رژیم اسرائیل و برخی از رژیم های مرتجع عربی صورت می گیرد. در واقع هر سه در راستای تحقق یک هدف از این راه گام برمیدارند و آن بحر برداری شخصی و گروهی و سیاسی و حتی اقتصادی از دامن زدن به اختلاف میان نظام و پنج به علاوه یک است چرا که منافع این مثلث کارشکن در ادامه یافتن اختلاف ها میان نظام با کشورهای غربی در پرونده هستی، به خصوص آمریکا که تا به امروز روی دشمنی آن با نظام حساب باز کرده اند تعمیم می شود این گروه که سابقه دوازده هزار ترور را در پرونده خود دارد یک بار دیگر برای جنجال سازی در مورد برنامه هسته نظام مورد استفاده قرار گرفته است تا بلکه بتواند از ظرفیت هایی که خیال می کنند آن را دارا هستند در راستای تأمین منافع سهیونیس ها گام بردارند ولی فقی ارتجا برای فرونشاندن سوزش شدیدش از افشای پنهانکاری اتمی رژیم پاستاران و پادوهای وزارت اطلاعات آخوندی را هم به خط و بسیج کرده تا به رله و تکرار سوزنامه های نامه شده بپردازند شعبه انترلینک وزارت و یک سایت تابعه موسوم به آریا به خدمتگزاری مزدوری به نام فیروزمند با درج بخشنامه دیکته شده نوشتند بعد از موازه سردمداران حکومت اسرائیل و گفتگوی فرانس و اولان در سفر شتاب زده چند روز پیش با ناتانیاهو و مطرح نمودن چهار پیش شرط برای رأی مثبت به مذاکرات هستی دو روز پیش از شروع دور بعدی مذاکرات هستی در ژنو مهدی ابریشمچی مدعی شد هر چیزی کمتر از اجرای کامل شش قطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاشی فریبکارانه از جانب رژیم ایران برای ادامه برنامه تسلیحات اتمی می باشد مقاومت ایران بر روی قبول پروتکل الحاقی به عنوان اصلی ترین تضمین برای جلوگیری از فریبکاری های رژیم ایران تاکید می کند او در پاسخ به خبرنگاران گفته بود مقاومت به نمایندگی از مردم ایران سایت های مخفی اتمی را افشا می نماید و این را مردم از ما می خواهند. صحت افشاگری های ما نیز روشن است برخی به کنایه می گفتن مردم ایران که در پاریس زندگی نمی کنند چگونه به گروهی که علیه آنان اقدام می نموید وکالت دادند برخی دیگر از سایت های زنجیری وزارتی نیز که موظف شدند به رله کردن تکسیبی های سرکردگان نظام آخوندی بپردازند. سازمان انرژی اتمی و وزیر دفاع به طور جداگانه ادعاهای تازه شورای ملی مقاومت درباره وجود یک مرکز زیرزمینی جدید در نزدیکی مبارک در اسفهان را تکذیب کردند نظام این ادعا را کذب محض خوانده است شورای ملی مقاومت اخیرا مدعی آن شده که نظام در حال ساخت یک سایت هسته‌ای در مجتمعی نظامی در ده کیلومتری شهرستان مبارکه در استان اصفهان است این گروه همچنین ادعا کرده که جمهوری اسلامی به طور همزمان به ساخت و تکمیل یک سری سایت مخفی نیز سرگرم است در روزهایی که به دور دوم مذاکرات ژنو نزدیک میشویم شاهد حجمه ها و حمله ها و کارشکنی های مختلفی چه از سوی قبل و چه از سنای آمریکا و چه از سوی مجاهدین و اسرائیلی ها و فرانسوی ها و سعودی ها هستیم به راستی چرا حلقه مشترک اسرائیل و هابیون سعودی و فرقه مجاهدین فرانسوی ها هستند و نقش فرانسوی ها در دورانی که سفارت آمریکا در ایران تعطیل شده است چه بوده است؟